فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد تکفیر برخی از علمای شیعه توسط آخوند رافضی. درسته، کسی قرآن را قبول نداشته باشه کافر ما من عقیده ما می اگه یک جزءش قبول نداشته باشه، اگر یک بله اگر یک آیهش را یک جای قرآن کریم اون چیزی که اگر یک سوره اگر یک درسته نه اگر اون چیزی که آمده اون ببین یک وقت قرائت قرآن کریم در این قرائت میتونه اختلاف باشه، اما یک چیزی که اجماعیه که اون جزء قرآن کریمه، قرائات نه قرائات قرآن کریم اینها متواتر نیستن. بله بگو من این را قبول ندارم، به این کافر هستم، اینا قبول ندارم و کافره. بله بلی جناب آخوند، قرآن کریم کتاب الهی و معجزه ابدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که با نقل متواتر نسل به نسل بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل به ما رسیده است و الله متعال حفظ و نگهداری آن را به عهده خیش گرفته است و هر کس یک آیه و یا قسمتی از آن را انکار کند کافر است. پس بر این اساس کسانی که قائل به تحریف قرآن کریم هستند و به این قرآنی که در بین مسلمان ها وجود دارد اعتقاد ندارند و آن را محرف و مبدل می دانند کافرند. آری عده زیادی از علمای شیعه این امر را در کتب خود ذکر کرده اند و کتاب های زیادی را برای اثبات تحریف قرآن تألیف نموده اند که از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد: نعمت الله جزایری در کتاب انوار النعمانیه، علی ابن ابراهیم قمی در کتاب تفسیر قمی، محمد ابن مرتضای کاشانی ملقب به فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی، یعقوب کلینی در کتاب اصول کافی، محمد باقر مجلسی در کتاب مرآة العقول من شرح اخبار آل الرسول، حاج میرزا حبیب الله هاشمی خویی در کتاب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ابو منصور احمد ابن منصور تبرسی در کتاب الاحتجاج، نوری تبرسی در کتاب فصل الخطاب. و ما در این باب به چند مورد از این مشت نمونه خروار روایات اشاره می کنیم. فیض کاشانی در تفسیر صافی مقدمه ششم کتابش را درباره تحریف و کم و زیاد شدن قرآن کریم قرار داده است و بعد از ذکر روایات ساختگی در نتیجه گیری خود می گوید: آنچه که از این روایات برداشت می شود این است که همانا قرآنی که اکنون نزد ماست تمام آنچه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود نیست، بلکه برخی از آن مخالف آن چیزی است که الله نازل کرده است و برخی از آن تغییر و تحریف شده است و همانا چیزهای بسیار زیادی از آن حذف گردیده است، از جمله نام علی علیه السلام در جاهای بسیار و همچنین این قرآن بر ترتیبی که مورد رضا و پسند الله و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم باشد نیست. نوری تبرسی یکی از علمای بزرگ شیعه که در زمان حیات خیش شیخ مشایخ نجف نامیده می شد در سال 1292 هجری در شهر نجف کتابی برای اثبات تحریف قرآن تألیف نمود و نام آن را فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب نامید. او با نوشتن این کتاب که شامل 2000 روایت ساختگی منسوب به ائمه مبنی بر وقوع تحریف و تبدیل در قرآن است
نقاب تقیه را از چهره شیعه کنار زد و ثابت کرد که در مذهب تشیع قرآن موجود فاقد اعتبار بوده و تحریف شده به شمار می رود. او در این کتاب می نویسد بعضی از آیات قرآن موجود مسخره و بیهوده است. کلینی در الکافی به دروغ از ابو عبدالله امام جعفر صادق رحمت الله علیه روایت می کند که فرمودند و این عندنا لمصحف فاطمه علیها السلام فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد. ما نزد خود مصحف فاطمه علیها السلام را داریم که در آن سه برابر قرآن شماست، قسم به الله که در آن حتی یک حرف از قرآن شما وجود ندارد.